برام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 خوش آمدید. امروز چهارشنبه 14 سنباله 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 5 سپتامبر سال 2018 میلادی. در نخست سرخط چند خبر مهم. خوشبینی وزارت خارجه از گزینش خلیلزاد به حیث مشاور وزارت خارجه امریکا در افغانستان. خواست جدی امریکا از پاکستان مبنی بر پایان جنگ در کشور. آغاز بررسی ها در مورد چگونگی توزیع شناسنامه های جعلی. وزارت معادن و پترولیم در گرو مشاوران رئیس جمهور. و به خطر روبرو بودن 1.5 میلیارد انسان از بحر کمبود فعالیت بدنی در جهان. مشروعی خبرها. همزمان با گزینش زلمه خلیلزاد به حیث مشاور وزارت امور خارجه امریکا در امور افغانستان، وزارت خارجه کشور می افزاید که این گزینش بر روند صلح و پایان جنگ تأثیر گذار خواهد بود. اما آگاهان می افزاید که این انتخاب هیچ تأثیر بر روند صلح در کشور نخواهد داشت. خالد نیکزاد. واشنگتن سرانجام زلمه خلیلزاد را به حیث مشاور وزارت امور خارجه این کشور در امور افغانستان گزینش کرد. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به پاکستان گفته که آقای خلیلزاد برای تسهیل مساعی واشنگتن در روند مصالحه به وزارت خارجه میپیوندد تا رهبری این تلاش ها را بر عهده داشته باشد. اکنون وزارت امور خارجه کشور این اقدام واشنگتن را تاثیرگذار بر اوضاع کشور به ویژه روند صلح میداند. حضور ایشان بتوانه معمای صلح در افغانستان نسبتا حل بکنه و به پیشبرد و پیشرفت پروسه مصالحه ملی تسهیلات ایجاد بشه. همزمان با این باورها بر این است که آقای خلیلزاد درباره پناهگاه‌ها و مراکز تمویل عروس افغانان آگاهی کامل دارد و با گماشتن وی به این سمت مبارزه با این پدیده و تلاش‌های صلح جدی‌تر خواهند شد. کشورهایی که حمایت کننده از توریسم است، حامی توریسم هستند، روز تربیه میکنن، تجهیز میکنن و تمویل میکنن، اونا را آقای خلیلزاد بهتر میدونه و در این مورد فشارهای لازم میتونه که وارد بکنه که در افغانستان صلح تامین شود. اما آگاهان سیاسی تاکید میورزند که حضور این نماینده ارشد آمریکا در امور افغانستان هیچ تأثیری بر اوضاع کشور نخواهد داشت. افغانستان سال 2001 است. نه ایالات متحده، ایالات متحده سال 2001 و 2002 52 است در افغانستان و نه خلیلزاد میتونه او شخصیت تاثیرگذار گذشته باشه، چون بازی ها خیلی افشا شده. چیزی به نام صلح مصالحه نه از آدرس خلیلزاد و نه از آدرس کسی دیگری تا امروز ما در افغانستان دمی شرایط موجود به نفع کشور نمیدانم. زلمه خلیلزاد آمریکایی افغانی الاصل است و از چهره های منتقد پاکستان شمرده می شود و پیش از این بایس سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد کار کرده است. با آن هم دیده شود که نقش این نماینده وزارت خارجه آمریکا چه تأثیری بر اوضاع کشور خواهد داشت. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در سفرش به پاکستان از مقام های پاکستانی خواسته است که برای پایان دادن به جنگ افغانستان با واشنگتن کمک کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز گفت که اکنون تعامل دو جانبه وجود ندارد و پاکستان نگاه خواهد کرد که چگونه می تواند در این مورد موضع گیری نماید. احمد شکیم محمدی. سفر وزیر خارجه امریکا به پاکستان. مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا امروز وارد پاکستان شد و در نخست با شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور دیدار کرد. پامپئو در این دیدار از همتای خود به گونه جدی خواسته است تا برای تامین صلح در افغانستان با واشنگتن کمک کند. ما به پاکستان نیاز داریم تا به طور جدی امریکا را در راستای تامین صلح در افغانستان کمک کند. وزیر خارجه پاکستان نیز گفته است که موضعش در این باره را در آینده روشن خواهد کرد. تعامل دو جانبه تقریبا وجود نداشته و در حالت تعلیق است. بنابراین ما باید نگاه کنیم که چگونه می توانیم حرکت کنیم. ما به دیدگاه آنها گوش خواهیم داد و موضع خود را در برابر آنها قرار خواهیم داد.
حکومت افغانستان نیز از امریکا می خواهد که فریب پاکستان را نخورده و فشارهای بیشتر بر اسلام آباد وارد نماید تا از پشتیبانی حراس افکنان دست بردارد. ریشه های جنگ و ناامنی در افغانستان در ورای مرزهای کشور قرار دارد. کشورهایی که به گونه مستقیم از گروه های تروریستی حمایت می کنند. ما انتظار ما از ایالات متحده آمریکایی است که هر کشوری که به نحوی از تروریست ها به عنوان ابزار استفاده میکنه، اونا رو مورد تنبیل و تجهیز قرار میده، به نحوی اونا رو باید مورد فشار قرار بده، حامیان را تا اینکه اونا وادار شوه که مرش از گروه های تروریستی متوقف بسازه و شاهد صلح و ثبات در افغانستان باشه. پامپئو با عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز دیدار کرده و در مورد روابط دو جانبه میان دو کشور و مبارزه با حراس افغانی در منطقه گفتگو کرده است که جزئیات آن تا هنوز همگانی نشده است. وزیر خارجه امریکا در حال از پاکستان خواسته است تا با واشنگتن برای پایان دادن به جنگ افغانستان همکاری کند که به تازگی امریکا کمک 300 میلیون دلاری خود را به ارتش پاکستان قطع کرد. امروز روند بررسی چگونگی شناسنامه های جعلی سوی کمیته ویژه که در رأس آن دادستانی کل قرار دارد آغاز شد. قرار است این کمیته تا 20 روز دیگر ارقام شناسنامه های جعلی را تثبیت کرده و افراد را که در جعل آن دست داشتند شناسایی و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. حسین رسی منش. پس از آن که دیروز رئیس جمهور غنی در حکم از دادستانی کل خواستار بررسی همه جانبه موضوع جعل شناسنامه های کاغذی شد، امروز دادستانی کل با توظیف یک کمیته که در رأس آن نماینده نهاد قرار دارد و نماینده های وزارت امور داخله، امنیت ملی، کمیسیون مستقل انتخابات، اداره ثبت احوال نفوس و اداره احصایه نیز عضویت آن را دارند، روند بررسی چگونگی این شناسنامه ها را آغاز کرد. امروز هیئت کار خود رسما آغاز میکنه. نماینده ادارات محترم تحت ریاست نماینده اداره سارنولی همه اینجا تشریف دارند تا کار خود عملا آغاز بکنند. قرار است این کمیته تا 20 روز دیگر ارقام شناسنامه های جعلی را تثبیت نموده و افراد را که در جعل آن دست داشتند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. مدت 20 روز هیئت باید کار خود ختم بکنه. از یک طرف اشخاص افرادی که در این پروسه شناسایی میشن که در تصویر تذکره ها به نحوی دخیل بودن، اونا باید به نهادهای عدلی قضایی معرفی شن. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات از وارد کردن معلومات بیش از 6 میلیون ثبت نام کننده در بانک اطلاعاتی نهاد خبر داده و می افزاید که آنان نزدیک به 90 هزار شناسنامه و برچسب جعلی و ناقص را تاکنون شناسایی کرده اند. در حدود 87 هزار رکورد دوپلیکیت بودند در سیستم و ما واقعی رکوردهایی را که ما اینجا خدمتتان عرض کردم هر کدامش چیزی کمتر یا بیشتر به همین پیمانه پیش بینی میشه. این کمیسیون همچنان می افزاید روند چاپ برگه های انتخاباتی آغاز شده و تا دوم میزان امسال تکمیل خواهد شد. در هر ورق قسمی که می بینید 54 نفر است، در هر کالام 18 نفر است. به این طریقه است که ما این اوراق مثل کتاب چاپ میکنیم. از سوی دیگر رئیس اجرایی کشور از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات های پیش رو خبر می دهد. در این وقت اساس ما به انتخابات آمادگی می گیریم و ما متعهد به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه هستیم. این در حال است که 4 روز پیش ائتلاف بزرگ افغانستان با همگانی ساختن 10,000 شناسنامه و برچسب جعلی از انجام تقلب های گسترده در روند ثبت نام رای دهندگان پرده برداشت. کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که 7-8 میلیون شهروند افغانستان در خارج از کشور زندگی میکنند و بسیاری از آنان به دلیل جنگ و ناداری کشور را ترک کردند. حکومت افغانستان نیز میپذیرد که در کنار سایر چالش ها خشکسالی نیز سبب مهاجرت و افزایش بیجا شدگان گردیده است. ناامنی و ناداری، بیکاری و در کنار آن خشکسالی سبب شده است که شمار زیادی در کشور بیجا و یا همراه مهاجرت را در پیش گیرند. کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید همکنون 7-8 میلیون شهروند افغانستان در خارج از کشور زندگی میکنند و نیاز است که برای بهبود وضعیت زندگی آنان تلاش شود.
7 تا 8 میلیون شهروند افغانستان در خارج از افغانستان زندگی میکنند و دلیل بیجاشدگان داخلی هم واضح است. ناامنی، ناداری و خشکسالی و بیکاری علت اصلی آن است و ما باید برای رسیدگی به نیازهای آن تلاش کنیم. اما در کنار سایر مسائل، حکومت افغانستان نیز میپذیرد که خشکسالی نیز سبب افزایش بیجاشدن شهروندان کشور گردیده است. در سال روان خشکسالی نیز تأثیرات خرابی بر زندگی مردم داشته است. مردم را مجبور کرده که بیجا شوند. اما اداره های گوناگون دولت برای رسیدگی به مشکلات آنان تلاش کرده است. ولی همکاره های منطقه‌ای برای حل معضل بسیار مهم است. از سوی هم معاون دبیر کل سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و نهادهای بین المللی می خواهد که برای بهبود وضعیت زندگی بیجاشدگان داخلی پناهجویان بیشتر تلاش کنند. مسائل توصیه‌ای نیاز مبرم بیجاشدگان داخلی و پناهندگان است. ما به حیث همکار شما در این عرصه با شما همکاری میکنیم. اما کمک ها باید در جای صورت گیرد که باشندگان آن از اثر خوشسالی بیجا شدند. با این همه کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید وی فردا برای حل مشکلات پناهجویان افغان به پاکستان می رود و از حکومت آن کشور نیز می خواهد که کارت های اقامت مهاجران افغانستانی را در آن کشور تمدید کند. و خبر تازه‌ای که همین اکنون به دست ما قرار گرفت، دقایق پیش یک انفجار در مربوطات حوزه ششم شهر کابل رخ داده است. گواهان رویداد میگویند که این انفجار در نزدیک مسجد الزهرا در ساحه دشت برچی رخ داده است. در این حال سخنگوی پلیس کابل این انفجار را تایید میکند اما در مورد تلفات آن جزئیات نمیدهد. جزئیات بیشتر این خبر در ساعت خبری ساعت ده تقدیمتان می شود. ادامه خبرها. اعضای شورای ولایتی و برخی از باشندگان لوگر می گویند که در عملیات های شبانه نیروهای ویژه امنیتی کشور و افراد ملکی تلفات وارد می شود و باید این عملیات ها به دقت انجام شود. اما سخنگوی فرماندهی پلیس این ولایت تلف شدن افراد ملکی در این عملیات ها را رد کرده و می گوید که این عملیات ها برای سرکوب طالبان در لوگر مؤثر تمام شده است. نیروهای امنیتی کشور به تازگی عملیات شبانه ای را در شهرک مهاجرین ولسوالی خوشی لوگر انجام دادند. ایام الدین که خانهش در این عملیات ها تخریب شده است میگوید در حالی که برادرش با مخالفان مسلح دولت ارتباط نداشت اما وی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و 5 میلیون افغانی نیز به آنان آسیب رسیده است. مگه سره ایک چی نست نه شایر است نه ورور چټی بی ګنا بی واقع داس یغره سره وس ورور سه ثبوت نست یو شای نست ورونم بندي ترم بندي کور کې یو سلو لاسو کالو سپنجرې نکلرو مغه ته خولی ورا غسل کیږي بیا له کور شپې زنانه باسي. اعضای شورای ولایتی این ولایت میگویند در این عملیات ها به افراد ملکی تلفات وارد می شود. صحیح عملیات صورت بگیره که اونجا مخالفین باشه. در غیر از او چندین بار است که مردم ملکی ما متضرر است و ما طرفدار متضرر شدن مردم ملکی خود نیست. باشندگان این ولایت نیز نگران این عملیات ها هستند. گوره در عملیات چیه که باید داشت لر نوشی چیه کانون ولری جواز ولری یا بشری اصول ولری. دی نظام یو ضعف هم داده چی کلوار په جګړو کې کیلی خواوی خپل هدف نست تشخیص ولی. اما سخنگوی فرماندهی پلیس این ولایت میگوید در این عملیات ها به افراد ملکی تلفات وارد نمی شود و این عملیات ها برای سرکوب طالبان سودمند است. ملکی و گلو تا صدمه یا زیان نرسوی. کم پتنو زینو که د ملکی کورو که چه دشمن پتیگی نو هاگا زینو زمگ امنیتی زوکن لخوا پنخا کیگی هاگا زینو چه دشمن پکی قرارگاوی ولری د دوی مخفی ځایونه ووسی د ډیپوګان د مهمات ووسی نو دغه شی هدفونه مونږ ټارګټ کوو او لمنځه وړو. گفته نیست نزدیک به یک سال می شود که قطعه 01 نیروهای ویژه امنیتی مشمول ولایت های لوگر و میدان وردک در شماری از ولایت های مرکزی عملیات های شبانه را انجام می دهند. اکنون خواست ها بر این است که این قطعه باید در عملیات هایش دقیق باشد. و حالا وقفه کوتاه. ادامه خبرها. مدیریت پروژه ها و عقد قراردادها از وزارت معادن و پترولیم به مشاوران رئیس جمهور غنی واگذار شده و آن وزارت صلاحیت ندارد.
اعضای دیدبان شفافیت افغانستان میگویند که روند سرپرستی در این وزارت سبب شده است تا تمام صلاحیت های مدیریتی پروژه های معادن در گرو مشاوران رئیس جمهور غنی باشد. وزارت معادن و پترولیم از وزارت هایی است که در جریان 4 سال گذشته از سوی سرپرستان اداره می شود. اعضای دیدبان شفافیت افغانستان می گویند یکی از مشاوران رئیس جمهور غنی در وزارت معادن عقد قراردادها، نظارت پروژه ها و تصمیم گیری های این نهاد را انحصار کرده و می خواهد از پروژه های این وزارت استفاده شخصی نماید. یک کسی که نه سابقه معادن داره، نه دانش از این سکتور داره و نه هم از وضعیت افغانستان آگاهی داره و بسیار کارهای مشکوک را هم انجام میده، چنین فرد را باید و چنین کار مهمه باید نگماره. تمرکز بیش از حد اختیارات به این طور نهادها هم پاسخگویی یا مو اکانتبیلیتی را زیر سوال میبره و هم خطر سوء استفاده از تمرکز قدرت را از قبل قراردادهای معدن بالا میبره. شمار دیگری از اعضای دیدبان شفافیت میگویند قرار است تا چند روز دیگر تغییرات وارد شده در قانون وزارت معادن توشیح شود، اما در این تعدیل دیدگاه نهادهای مدنی و بین المللی گنجانیدن نشده است و هنوز هم این قانون پر از چالش بوده و در گرو مشاوران رئیس جمهور است. موضوعاتی که در قانون گنگ است، موضوعات شفافیت است. وقتی که یک فیصله گرفته میشه درباره اکثریت مردم که و درباره سکتور معدن، این یک نگرانی بزرگ است. اما مسئولان وزارت معدن و پترولیم با رد این ادعاها میگویند این وزارت در تصمیم گیری ها مستقل عمل کرده و از تغییرات در قانون معدن سخن میزنند که میتواند منافع ملی را تامین کند و بخش معدن کشور را توسعه دهد. ادارات بین المللی، متخصصین معدن و همچنان ادارات همکاری که خاطر تطبیق قانون ضروری بوده که برایشان مشوره صورت بگیره، مشوره صورت بگیره. این در حال است که با آمدن هر وزیر در وزارت معادن و پترولیم قانون معادن به تعدیل سوق داده می شود. اما هر زمانی که این قانون تعدیل و تصویب می شود دوباره سر و صداهای بر راه می افتد که این قانون ناقص بوده و پاسخگوی نیاز امروزی معادن کشور نیست. جنگ و ناامنی در غزنی بازرگانان میوه را سخت آسیب زده است. شماری از بازرگانان می گویند که پس از حمله گروهی طالبان بر شهر غزنی و ناامن شدن راه های مواصلاتی روستاها به این شهر، روند بازرگانی محلی در این ولایت کاهش یافته و کشاورزان نیز نتوانستند میوه هایشان را به مرکز شهر انتقال دهند. غزنی در تولید میوه های خشک و تازه جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد. شماری از بازرگانان می گویند در سالهای گذشته در این فصل میوه های خشک به این شهر سرازیر می شود و بازرگانان و کشاورزان مشغول گردآوری و فروش آن بودند. اما اکنون در این شهر فعالیت بازرگانان تا 50% کاهش یافته است. ما روز به روز پسمان می شیم. دهقان ما، دکاندارای ما، کل ما پسمان هستیم. اگر دولت توجه داشته باشه یک راه بدیل را پیدا کنه که راه به خارج پیدا شه تا ما پروسس کنیم و ما را کمک کنه در این زمینه که باغدارای ما رشد داشته باشه. برخی از بازرگانان دیگر میگویند توجه حکومت در بخش سرمایه گذاری و بهبود بازرگانی در غزنی به صفر تقرب کرده است و اگر این روند ادامه یابد هزاران تن کارهایشان را از دست داده و وضعیت زندگی مردم روز به روز بدتر خواهد شد. هیچ چیزی هم ندی کردی، موږ لپاره هیڅ هم ندی کردی. تجارت هیڅ هم ټول تجارت دلته شکایت کوي. وزارت تجارت موږ لپاره هیڅ هم ندی کړی. د خلکو لپاره دا ټول خلک ولاړ دي، هر سړی څخ خال د اشرف غنی سکې نسل ټولو خلکو تاوانونه کړي. یک ماه پیش گروه طالبان بر شهر غزنی حمله کرده و شماری از دکانها و بخش مهم بازار این شهر در جریان جنگ تامه آتش شد و تا اکنون این بازار بازسازی نشده و بازرگانان نیز مدعی اند که روند بازرگانی در این شهر به حالت عادی برنگشته است. و حالا نرخ اسعار.
خبرهای جهان، سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که کمبود فعالیت و تحرک بدنی در سطح جهان سلامت 1.5 میلیارد تن را به خطر انداخته و جانشان را تهدید می کند. بر بنیاد گزارش ها، این پژوهش در گزارش تازه این سازمان زیر نام روند جهانی کمبود فعالیت بدنی از سال 2001 تا 2016 منتشر شده و نزدیک به 2 میلیون تن از کشورهای گوناگون جهان در آن اشتراک کردند. این گزارش هشدار می دهد که جریان 15 سال گذشته فعالیت بدنی در سراسر جهان روند نزولی داشته است. در نتیجه طوفان شدید در مناطق مرکزی ژاپن بیش از 10 تن جان باخته و شمار دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری ریوترز، این طوفان با بارش سنگین همراه بود که سبب جاری شدن سیل در برخی از مناطق آسیب دیده شده است. به گفته مقام های نجات، تا کنون نیز نزدیک به 3000 تن در مناطق آسیب دیده گیر ماندند و منتظر کمک هستند. نیک هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد می گوید که قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آن کشور، ریاست یک جلسه شورای امنیت این سازمان را درباره ایران بر عهده بگیرد. بر بنیاد گزارش ها، این جلسه در جریان نشست سالانه رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام خواهد شد. با گفته نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، رئیس جمهوری آمریکا نقض قوانین جهانی سوی ایران را آشکار خواهد ساخت. و هیئت کوریای جنوبی امروز برای انجام گفتگو با مقام های کوریای شمالی وارد پیونگ یانگ شدند. خبرگزاری ریوترز گزارش شده است که نمایندگان کوریای جنوبی تلاش میکنند تا زمینه دیدار رهبران دو کشور را فراهم کنند. نون زمرایتان، شب شما خوش، خدا نگهدار.